در فرجامین نشست ملی مشورتی جامعه مدنی شرکت کنندگان بر اعتمادسازی میان فعالان جامعه مدنی و امارت اسلامی تاکید ورزیدند. چالش های مالی اقتصادی، ایجاد زمینه کار و تجارت برای شهروندان و فراهمسازی زمینه آموزش برای دختران از مسائل دیگری بودند که در این نشست روی آن گفتگو شد. حقوق اساسی شهروندان را بر اساس آمیزه های اسلامی و عرف افغانی در موارد چون فراهم کردن زمینه تعلیم و تربیت برای همه پسران و دختران در تمام سنین و همچنین دسترسی زنان به فرصت های کاری مشورت دهند. باید امی ارزش های جامعه مدنی را تمامش ادارات اسلامی که میدانن برای ما ارزش قائل شوند و ما از اینا میخواهیم که همیشه دخترای ما را باید واقف نگرانند. شرکت کنندگان فعالیت سازمان های مدنی در کشور را یک نیاز میدانند و آن را بر حل چالش های کنونی سودمند میدانند. دغه سنست افغانان سره نږدې کی او جو اداره کی چکوم نیمګړتیا وی هغه باید پوراشي، هغه باید سلیم شي او موږ د مدني ټولنو فعالیت د افغانستان د ملي کړت لپاره وکړول شي. یادات خدا و امارت اسلامی برای بهبود کار د مملکت و به نفع مردم و همچنان با جامعه بین المللی اینا را بسیار مفصل سر بحث کردن. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزاری چنین نشست ها را از بهر حل چالش ها در کشور می ستاید. سستونج به خام خام موجودی وی، مشکلات به موجود وی، خدا دې هم دغه تاسو خلکو دې تاسو پوهان او علما او قومي مشران او پتمنو خويند په همکارۍ په مشورو په غران رغند نظرونه باندې ان شاء الله تعالی کسل په سل باندې نس یو څه خو کی. این نخستین نشست اعضای جامعه مدنی در کشور پس از روی کار آمدن امارت اسلامی است که به روز سه‌شنبه در هتل کابل سیرینا آغاز شد.